خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. آقای حیدر مصلحی، حجت الاسلام حیدر مصلحی، همون که مثل حیوانات پیشانیش رو داغ کرده تا نشون بده که علاوه بر کار وزارت اطلاعات، از ساعت مثلا 11 شب تا 4-5 بامداد همینطور مشغول عبادت در منزلش، مثل بقیه این روزخانها که با این علامت نشان میدن چقدر دروغگو هستن. من به شما قول میدم 95% اینها اصلا به اون چیزی که تظاهر میکنن اعتقادی ندارن. حالا این آقای وزیر اطلاعات دروغزن، کسی که به خاطر برکناریش از طرف احمدی نژاد مقام معظم روزخان بزرگ دخالت کرد و به اون چرخ پنجم درشکه، یعنی احمدی نژاد، گفت بایستی او رو بیاری سر کارش، کشر زد بهش. همین یه نمونه رو میخوام براتون بیارم. و آقای رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان و روزخانها دیگه اونم طاقت نیاورد، 11 روز رفت تو منزل زیج نشست به عنوان اعتراض به آقای رهبر. بله، این آقای وزیر اطلاعات محترم جمهوری اسلامی است، آقای حیدر مصلحی. در یک مصاحبه دیروز گفتش که دشمنان سعی دارند گرانی‌ها و ناکارآمدی‌ها در کشور رو به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیاندازند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران، این خبر رادیو فرداست، گفت دشمن نقشه دارد، همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی را به گردن رهبر انقلاب بیاندازد و آنها به دنبال تقدس زدایی از رهبر جمهوری اسلامی هستند. این خیلی جالبه. همین یک خط رو من خدمتتون تفسیر کنم از گفته های این مردک. میگه از قبیل گرانی. گرانی، همینان گرامی، 60%، شاید 75%، چون به این آمارا نمیشه اعتماد کرد که از جمهوری اسلامی صادر میشه، کمر مردم ما رو داره خرد میکنه. به قول خودشون مرغ 8000 تومان. همین مرغ، یکی از دوستان از ایران تلفن کرد و به من میگفت همین مرغ موقعی که میذارن تو دستگاه سرخش میکنن میشه 12 تا 14000 تومان. حالا 70% مردم وسطشو میگیره، قادر نیستن در ماه بیشتر از 2 بار گوشت مرغ یا گوشت بخورن. 50% طبقه متوسط ما، ببخشید 100% طبقه متوسط، چون 50% جمعیت، اینا با این حقوقا که میگیرن زیر خط فقر هستن، باید 2 تا 3 تا شغل داشته باشن تا بتوانن یه خانواده‌ای رو سرپرستی کنن. حالا در یک همچین شرایطی این مردک میگه از قبیل گرانی و معضلات جزئی. یعنی گرانی رو میاره جز معضلات جزئی، که نگاه کنی پیشونیشو، اینجای مهره که شبا تا صبح نماز بخونه. بله، ایشون معضلات جزئی رو من نمیدونم چی میدونه. پس معضلات کلی چیه تو اون مملکت؟ حالا بعد میگه اینا به دنبال تقدس زدایی از رهبری هستن. یعنی چی تقدس زدایی؟ یعنی رهبر جمهوری اسلامی مقدسه و اینا میخوان این تقدس رو، این قدیس بودن این روزخان بزرگ رو ازش بگیرن و خرابش کنن. برای این ما رو تحریم کردن. برای این که، بعد یه جای دیگه میگه،
برای اینکه مردم رو ناراضی کنن، مردم بریزن تو خیابونها، و یعنی همون شعاری که مردم میدادن در 2 سال پیش، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه و از این حرف. میگه قصد غرب و استکبار جهانی و صهیونیستا اینه که با تحریم ها، با پرداختن به تقدس زدایی از مقام معظم روزخانه بزرگ، مردم رو نسبت به ایشون بدبین کنن. حالا سوال از این مردک اینه، خب در کشوری مثل ایران و در رژیمی مثل جمهوری اسلامی، مثل تمام کشورهایی که زیر ستم استبداد هستند و دیکتاتوری، وقتی که یک نفر از اون بالا چماق میگیره دستش و به همه اون آدمایی که زیر دستشن، در ایران همه اون عرازل و باش، به اینا در کوچکترین کارها امر و نهی میکنه و دخالت میکنه، آیا اگر توی مملکت کمبودی حاصل بشه، اگر در مملکت فسادی باشه، اگر در مملکت جنایتی بشه و ددمنشی انجام بشه، آیا نباید یقه او رو گرفت؟ در همه کشورهای استبدادی، مخصوصا در ایران، اون کسی که اون بالا نشسته سعی میکنه در همه کارها دخالت بکنه، ولی وقتی که یقهشو میگیرن بندازه گردن دومی و سومی و چهارمی و پنجمی. و شما میبینید در این کشور وقتی که مردم قیام میکنن، اولین کاری که این مستبدین میکنن یقه زیر دستیاشون میگیرن، اونا رو زندانی میکنن و تقصیر میندازن متوجه اون. فقر در این مملکت ما، حالا نمونه هاشو الان داره سامان نشون میده، دارم میخواد سامان یه دفعه این عکس‌ها رو دوباره نشون بده، شما ببینید دیگه. اینا نمونه ای از زندگی مردم میهن ماست، مردمی که بر روی گنج خوابیدن، مردمی که میلیاردها ثروتشون به وسیله یک عده روزخان و اراذل اوباش داره تاراج میشه و روز به روز فشار رو بر مردم مملکت ما، بر میهن ما بیشتر و بیشتر میکنه. یه عده معدود از روزخانها، یه عده معدود از سران سپاه، نه همشون، از بسیجی های چاقوکش، باز نه همشون، و آقازاده ها داره تاراج میشه که نمونهاش امروز براتون خواهم آورد. همیهنانی گرام، آقای مصلحی گفت متاسفانه برخی افراد در داخل کشور با راهبردهای دشمنان در این خصوص همراهی میکنن و نگاه به برخی همراهان فتنه در ماهای اخیر نشان میدهد که این افراد هنوز به برخی لایه‌های فتنه که مورد تأکید رهبری بود نرسیدن. همونی که بهتون گفتم میزنه به قیام مردم، میزنه به قیام مردم. آقای رئیس قوه قضاییه، آقای لاریجانی محترم، میگه که فصل الخطاب ما مقام معظم رهبری است. ما در دادگستری درست قوانین داریم، ولی این مقام معظم رهبری هستن که ما رو راهنمایی میکنن، میگن چی کار کنیم. برادر اخویه ایشون، از زبان خودشون، اخویه ایشون در طویله مجلس، علی لاریجانی، میگه اگر ما قوانینی رو طرح بکنیم، تصویب بکنیم و به مرحله اجرا برسه، همون مرده که روبرو میبینیم رئیس قوه قضایی است، این شیخه با آقای رفسنجانی نشست، اگر این قوانین از مجلس هم تصویب بشه، اگه مقام معظم رهبری ناراحت بشن از این قوانین، ما بلافاصله این قوانین رو کنار میذاریم، چند لم یکون میکنیم. طوری که اون علی مطهری، پسر اون آیت الله کذاب مطهری، میگه خب پس بگید اینجا وابسته به دفتر رهبریه دیگه.
شورای نگهبان، آقای مهدوی کنی، اونی که مرتب تا سرش درد میگیره سوار هواپیما میشه میره لندن و میلیاردها خودش و خانوادش تو مملکت چپاول کردن، میگه که ما در مجلس چرتی ها، یعنی مجلس خبرگان، بله ایشون، ما نیومدیم کارهای رهبری رو نظارت کنیم، ما پشتیبان رهبریم. یعنی قوانین خودشون رو که با حق بازی طرح کردن. میدونید که در زمان اول انقلاب بازرگان، عباس امیر انتظام و هیئت دولت تصمیم گرفتن یک قانون به اصطلاح مترقی رو بیارن و به رأی عمومی بذارن. این ایراد به آقای بازرگان و دوستانش وارده که وقتی که آقای خمینی مخالفت کرد با این جریان و یه عده مولا رو جمع کرد گفت شما بریم مجلس خبرگان تشکیل بدین، اینا باید میستادن. حالا اینا اومدن یک قانونی رفتن، یه عده مولا نشستن، یه عده هم که شخصی بودن رفتن اونجا یه اعتراضات کردن، زدن تو دهنشون گفتن شما حرف نزنید. یه قانون شسته رفته درست کردن که تمام مملکت ما و تمام اختیارات مملکت ما، اولا اومد دست ولی فقیه که اون بالا نشسته، شما هم دست شد، و بعدم همه آخوندها رو حاکم کردن بر سرنوشت میهن ما. و آقای خمینی هم گفت برای ما تخصص در مرحله دومه، تعهد مهم، تعهد به اسلام و ولایت فقیه. بعدم یه دفعه گفت برن گم شنی پزشکا، این متخصصین، ما از همین حوزه‌های علمیه قم هم دکتر هم متخصص هم همه چی درست میگه. راست میگه، همینا رو آوردن که مملکت ما به این فاجعه رسید. کاملا درست میگفت. احمدی نژاد، علی خامنه ای، نقدی، رحیم صفوی، محسن نمیدونم رضایی و همه این اراذل رحیمی، اینا دست پخت همون آغاز، همون رهبر کبیر انقلاب که گفت از حوزه علمیه قم ما همه چی درست میکنیم، حوزه علمیه قم همه چی رو درست کردن، مملکت ما رو تبدیل کردن به یک مملکت ورشکست. تو رو به خدا اینا نگاه، آدم خجالت میکشه. قیافه رو نگاه کن، فرمانده کل قوا بغل اون سردار قوچلی و یکی هم مثل لورل هاردی رو یادتونه، این تیمسار ارتشی که از خودشونه دیگه، این ورم آقای رحیم، آقای جعفری و پشتش هم آدم هایی داره در حال ساندیدن از نیروهای اسلام هم. حالا اینه، هیئت دولت رو نگاه کنه، کسانی همینطور آدم نگاه میکنه حذف میکنه از این قیافه. واقعا آقای احمدی نژاد یه موقعی بود که رئیس دانا و خیلی از متخصصین اقتصادی آمدن و گفتن آقا این سیاست هایی که آقای احمدی نژاد داره اعمال میکنه همه اینا به ورشکستگی اون مملکت خواهد انجامید. آقای احمدی نژاد تو همون جلسه شروع کرد به اینا حتاکی کردن و جلسه که تموم شد گفت این آقایون رو آوردیم اونجا نشستیم باشون صحبت کردیم، هیچی بارشون نبود و بعد همشون هم گفتن شما درست میگید. فریاد و فغان اینا رب بالا که آقا ما کی گفتیم همچی چیزی؟ شما اجازه ندارید وقتی که رئیس نمیدونم دولت به اصطلاح همون چرخ پنجم درشکه یا حرفی میزنه یا رهبر میزنه یا دیگران میزنه جواب بدی. اونا یه طرفه، خیابون یه طرفه، حرفاشونو میزنن، بقیه باید خفشن، بقیه باید بپذیرن. در نتیجه اینا گفتن آقا این اقتصاد شما، این اقتصادی که شما دارین الان روش کار میکنین و دارین طرحاشو پیاده میکنین به ورشکستگی مملکت میانجامه. احمدی نژاد گفت اینا حالیشون نیست، تازه اومدن اونجا با استدلال ما
این رفقای ما با مدارک و مستندات ثابت کردن که حرفاشون بیمانی رفتن و قبول کردن. رئیس دانا رو گرفتن زندان کردن. بسیاری از این اقتصاددانهای مملکت ما رو وادار به فرار کردن و یا خانه نشین. حرف همون بود که اونا گفتن. مملکت به اضمحلال کشیده شده اقتصادش. طوری که اسکناس ایرانی پول رایج در ایران اصلا ارز کاغذ پاره است. کاغذ پاره است. چون اعتباری نداره. هی اسکناس چاپ کردن. هی ریختن تو دست مردم. اسکناس تو دست مردم. خب وقتی که رهبر مملکت دروغ میگه، وقتی که احمدی نژاد میاد میگه اتکای ما به نفت فقط 10%. حالا این جالبه. آقای رحیمی ببینی چی گفته. آقای محمد رضا رحیمی، همون دزد معروف خیابان فاطمی که خودشون گفتن، ما که نگفتیم. میگه ما هم خبر رو براتون میخونم از منابع خود خبری ایران. حالا محمد رضا رحیمی گفت تحریم های جهانی علیه ایران اگرچه مسئولان را دچار درد سر کرده، اما هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نگذاشت. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، سه شنبه امروز در سخنانی گرانی مشکلات اقتصادی و عدم اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را به گردن پول پرست‌های بی‌غیرت و عوامل داخلی و خارجی صهیونیست‌ها دانست و گفت صادرات غیر نفتی ایران افزایش یافته. رحیمی گفت، اجازه بدید این قسمت شو براتون بگم، معاون اول احمدی نژاد با اشاره به تحریم‌های جهانی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت آنها ایران را نشناختند، چرا که نفت ایران فقط 10% اقتصاد کشور ماست. او گفت ایران دیگر تنها متکی به نفت نیست و افزود صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته، دروغو ببینید، از مرز 53 میلیارد دلار گذشت و امسال نیست تصمیم گرفته ایم آن را به مرز 70 میلیارد دلار و به اعتقاد برخی ها 75 میلیارد دلار برسانیم. رحیمی اقتصاد ایران را 17 اقتصاد جهان خواند و گفت قدرت های بزرگ و زورگو به زعم خودشان میخواهند مردم را ناراضی کنند تا از نظام اسلامی برگردند، اما آنها نمیدانند که در ایران برای مادیات انقلاب نشده. در ایران به قول ایشون برای این انقلاب شده که یه عده دوز پولای مردم رو بخورن، بقیه هم به قول اون مردک احمد خاتمی آخ نگن، آخ نگن، همه بگن آقا عجب مملکتی. آقا مرغ پیدا نمیشه، خب نخوری، یه مش بزنی به شکمتون. گوشت پیدا نمیشه، خب نشه. تخم مرغ پیدا نمیشه، نشه. در عوض شما رهبرانی دارین که همشون مثل حیوانات پیشونیشون رو داغ کردن و این نشونه اینه که اینا چقدر به فکر مردم هستن. از صبح تاشون دعا میکنن. نگاه کنید، نگاه کنید تو رو خود. یه گزارش دیگری براتون میگم همیانان گرامی، گزارش جالبیه. آقای لاریجانی رئیس طویله مجلس رفته در قم با این آیت الگنده ها ملاقات کرده، از جمله مصباح دوزا دیگه، مصباح یزدی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، همه آقازاده های اینا واردات شکر و نمیدونم دارو و چای و سیگار و همه چی در دستشون، آقازاده ها مثل اون مکارم شیرازی. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران امروز گفت سه‌شنبه تحریم‌ها و اجرای ناقص طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از دلایل مشکلات اقتصادی ایرانه. کی این حرفو میزنه؟ علی خامنه‌ای چند روز پیش رهبر ایران گفته بود که ایران در برابر تحریم‌ها واکسینیزه شده. آدم نمیدونه در این حکومت ملوک و طوایفی حرف کدوم اینا رو گوش کنه.
یکی میگه اقتصاد ایران به نفت اتکاش 10%، چون امیدواریم این رحیمی میگه تموم بشه دیگه، ما دیگه اتکام به نفت تموم شد، در حالی که تمام آمارهای بین‌المللی نشون میده 80 تا 90% بودجه ایران متکی به نفته. اینی که همه میدونن، هر گنگی میدونه جز این گنگایی که در حکومتن. اما این جالبه عمیانان گرام، ببینید کار وارد کردن محصولات بنجل خارجی به ایران به کجا کشیده. اولا اینا از تمام امکاناتشون استفاده میکنن برای سرکیسه کردن مردم. این همیهنان ما که در داخل هستن، من دلم میخواست ما امکانات مالی داشتیم همیهنان گرامی، و من بلند میشدم با یه فیلم بردار، دوتا فیلم بردار میرفتیم در ونکوور، میرفتیم در همین کالیفرنیای شمالی، در کالیفرنیای جنوبی یعنی همین جایی که ما هستیم، در گرانترین خیابانهاش و مناطقش، یا در بسیاری از ایالات آمریکا، و من به شما نشون میدادم چگونه این ملاها، این روزخانها، این گداصفتا، نه فقیرها، گداصفتا، و این اراذل و اوباش پولا رو آوردن بیرون، خونه های بالای 15 میلیون 10 میلیون خریدن. وقتی که اینا از خونه میان بیرون، این دوربینا باید اینا رو ثبت بکنه که این اراذل و اوباش، حتی آدم قیافه هاشون رو میبینه میتونه بفهمه که اینا یه عده دزدن که پولای اون مردم مظلوم ایران رو دزدیدن آوردن اینجا، خونه خریدن، نمیدونم سرمایه گذاشتن. گفتم براتون، یکی از این وکلا به من میگفت که آقا اینا از ایران میان، طرف میگه که آقا مثلا شما 1 میلیون بذارین اینجا میتونین گرین کارت بگیرین. حالا شما فکر کنین من 7 سال دنبال گرین کارتم، خدا پدر این خانم هلن عبدی رو بیامرزه که حداقل یکی دو دفعه آمده اینجا یه کارایی من داشتم، نمیخوام تبلیغ خانم، یه دفعه دیگه هم گفتم، من هر کس در اینجا به اسم وکیل، به اسم نمیدونم پزشک، به اسم این چیزای پزشکی مردم رو سرکیسه کنه، باور کنید تا اونجا که بتونم میگم. حالا این خانم عبدی یکی دو بار من باهاش صحبت کردم، خیلی محبت کرده به من، راهنمایی کرده حداقل به من گفته چیکار کن، کاری برای من نکرده هنوز، به من گفته این کارا رو بکن. اینا میان پیش بسیاری از این وکلا، امکانات که دولت ایالات متحده آمریکا براشون گذاشته، یعنی اگر شما $500,000 سرمایه گذاری کنید گرین کارت میگیرید، اینا میان 5 میلیون میذارن، 5 میلیون میدن، 6 میلیون. شما خیال میکنید کسی که 2 میلیارد دزدیده یا میلیاردی بلند کرده، آخه $500,000 براش پوله، 1 میلیون پوله. این ماهایی که اینا به ما میگن شماها وابسته به CIA و موساد و نمیدونم MI6 و اینا هستید، از اونا پول میگیری، به ما میگن. ولی این کار میکنن دیگه، مسئله دزده. تو خیابونا دیدین که مردم دنبال دزد میکنن، دزدن میگه آی دزد، اونا میگن آی دزد، دزدن میگه. نقل این جمهوری اسلامی، این بدل به زنهای این کاره قدیمی، شما یه آخوند و بنشونین بالای منبر، روز رو براتون شب و روز میکنه، تو تاریخ ما هست. خب میان اینجا، این وکیل به من میگفتش که از واشنگتن زنگ زده بود. گفتم یک بار دیگه، بازم میگم، گفته آقا اگر من مثلا $500,000 بذارم 10 سال دیگه به من چقدر بازنشستگی میدم؟ میگم من بهش گفتم مثلا اینقدر. گفت 1 میلیون. من دوباره زدم گفتم اینقدر. گفت اگه 10 میلیون بدم چی؟ میگه من وحشت کردم که با این قوانین سخت اینا پولا رو چجوری آوردن بیرون.
فقر مملکت ماست که نمونه هاش رو سامان بهتون نشون داد. دیدید که بچه های ما تو چه شرایطی زندگی میکنن. حالا این آدم های بیوجدان، این آدم هایی که حتی به اون چیزی هم که تظاهر میکنن نیستن، یعنی مسلمون هم نیستن، چون اگر بودن لجت به قرآنشون نمیزدن تو زندان ها و فحش نمیدادن به ائمه اطهار به قول خودشون و نمیگفتن که پیغمبر ما، خدای ما، قرآن ما مقام معظم روزخانه بزرگه. ده ها زندانی اینو تعییب کردن، این حرفای منو. اینا به اون دینم اعتقاد ندارن، دروغ میگن، کارشون دروغگویه. دو تا آیه هم سرهم میکنن مردم، اونا مردم که نه، اونو عراض لوباش که نشستن اونجا شستشوی مغزی دادن. اینا هر کدومشون گفتم که یه چیه وارداتی رو دستشون گرفت. یه گزارش براتون میخونم از دویچه وله، میگه برخی دستندرکاران بهداشت و درمان در ایران میگوین داروها و تجهیزات پزشکی تولید چین که از راه قاچاق یا حتی از مسیرهای عادی وارد کشور میشود، سلامت بخش بزرگی از مردم ایران را به خطر انداخته است. یکی از مسئولین درجه یک بهداشت ایران گفته حتی این نخهای بخیه که چینی ها تقلبی وارد میکنن، اینا رو بعد از اینی که بخیه میزنن، میدونی بعد بعضی از این نخهای بخیه در غرب و اینا بوده دیگه، آب میشه بدون اینکه صدمه بیمار بزنه، میگه پاره میشه اینا. در نتیجه پاره شدن این بخیه ها چه در داخل بدن و چه در خارج تولید هزاران ناراحتی میکنه. حالا هزاران نه، ده ها، ده ها هم نه، دو تا. این جالبه، میگه این پلاتین هایی رو که میذارن تو پاهای شکسته، در همه جای دنیا معموله، ایشون گفته اینا رو ور میدارن از به اصطلاح نمیدونم یه وسایل بسیار ارزان چینی ها، روش رنگ پلاتین میزنن و میدن. نتیجه اینه که اینو میذارن تو پای بیماران، پای شکسته داغون شده که در غرب هست، تا آخر عمرش طرف تو پاش یه میله های هست و اینا رو گذاشتن با پلاتین، نه زنگ میزنه نه اشکال. میگه بعد از یه مدت اینا زنگ میزنه و بیمار رو پدرش رو با زجر رو بدبختی میکشدش. آخه تو رو به خدا اینا رو به کی بدین؟ ببینید دویچه وله رو این گزارش نوشته، نوشته مسئولان بهداشت و درمان میگویند که کنترلی بر قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی ندارند و این کار به عهده سازمان‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالاست. این نماینده از دست‌های پنهان سخن به میان می‌آورد که اجازه تولید تجهیزات و دارو را در کشور نمی‌دهند، چون به نفع آنها نیست، به نفع آنهاست که تجهیزات از خارج از کشور وارد شود. میدونی ما یه در گذشته شرکت های داروی معتبر داشتیم، اجازه تولید دارو در داخل نمیدن، اینا رو ورشکسته کردن برای اینکه این داروها رو از خارج برد. طور بخواه ببینید چه خبره اونجا. چایکاران شمال گفتن امسال به دلیل بارندگی خوب و نافه این برگ های سبز چایی به منتها درجه محصول رسیده، ولی ما قصه میخوریم چون بعد بریم یه عده کارگر بگیریم این برگای سبز رو بچینن، اینا رو بیاریم خوش کنیم، بعد ببریم تو کارخانه، ولی کسی از ما نمیخره. چرا؟ چون چای رو از خارج وارد میکنن. ده ها، صد ها، هزاران چایکار ایران همه بیکار، همه ورشکسته، ولی مهم اینه که سه تا آقازاده چای وارد میکنن از خارج. این مهمه. برنج کاران همه ورشکسته، برنج رو دستشون مونده. چرا؟ چند تا آقازاده، چند تا روزخان برنج وارد میکنن. بند تنبان و نمیدونم اینا رو خوندم براتون، دست بیل از مالزی وارد میکنن، از اندونزی، همه چیز از خارج وارد میشه. برای اینا مهم نیست بیمار زیر نمیدونم عمل جراحی نخ بخیه پاره میشه یا اون میله که تو پاش میکنن زنگ میزنه، خب بزنه. مهم اینه که این واردات از چین یا هر کشور دیگه
به نفع اون آقایونی که اون بالا نشسته، پولا رو جمع کنن بیارن خارج، گرین کارت بگیرن، پاسپورت کشورهای مختلف رو بگیرن، در گرانترین خانه ها بشینن. نمونه شو دیدید آقای خاوری ردش کردن برای اینکه خط سیر دزدی ها معلوم نشه. یه پرونده دیگر رو براتون میخونم، خیلی جالبه. بعد اون مردک میگه که اینا میخوان رهبر رو تقدس جدایی بکنه. اینی قبلا بهتون میگم بعد. آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، اون دادستان محترمی که اصلا دستش به خونه هیچ کس آغشته نیست، آدم بسیار راستگوییه، انسان خیلی شریفیه، ایشون شده سخنگوی قوه قضاییه. مثل اینکه یه گربه بذارن تو قصابی بگن شما مأمور محافظت از گوشتای این قصابی هست. ایشون گفته که پرونده آقای جواد لاریجانی برای اخویه، بذارین از لغات خودشون است، اخویه مقام محترم قوه قضاییه و مقام محترم اون طویله مجلس که رئیس حقوق بشر قوه قضاییه است. همونی که گفت ما افتخار میکنیم سنگسار میکنیم، چون در سنگسار این شانس برای اون محکوم وجود داره که خودشو نجات بده و جانش نجات پیدا کنه. میبینین استدلالو؟ حالا ایشون گفته که این آقای مطهری تو مجلس حرفای زد که مقام محترم قوه قضاییه دستور رسیدگی دادن به پرونده جواد لاریجانی، یعنی عقبیشون. و چون در قوه قضاییه ما عدالت رو رعایت میکنیم، برامون فرق نمیکنه این اخوی مقام معظم قوه قضاییه یا یه آدم معمولی. بنابراین یک شعبه تشکیل شده به پرونده این زمینهایی که ایشون میگن در اطراف ورامین، ایشون نگفته، من میگم، به این زمینها اختلاف ملکی رسیدگی بکنن. وبسایت بامداد خبر اسنادی رو در ایران منتشر کرده که بر اساس اون ادعا شده که محمد جواد لاریجانی، یعنی همین مردک که رئیس حقوق بشر قوه قضایی است، بیش از 342 گوش کنید همین الان دیگه، بیش از 342 هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامی رو تصرف کرده. بعد خود این مرده که دروغ زنه، دروغگویه که جای محرم رو پیشونیشه، ایشون گفته که بله. یکی نیست از این مردک بپرسه تو خب تو چرا رفتی کنار جنگلا و تو ورامین و یا شمال تهران و یا بهترین نقاط ایران زمین ها رو برداشتی آباد کن؟ اونا که آباده. اگه راست میگی برو یزد، برو تبت، کنار کبیر، اونجا رو آباد کن. مگه تو نمیگی سنت خانوادگیه؟ بعدم چرا دروغ میگی؟ شما بعد از گذشتن 2 سال از تظاهرات مردم در سال 88 و اون جانی سعید مرتضوی که یه به قول شما دادستان تهران بود دیگه، اون حیدری فرد یکی دیگه بود، اون دهنوی هم یکی دیگه از اون جانی ها، این سه تا تیم درست کردن. حالا بگذاریم که آقای رادان و احمدی مقدم و بقیه سرشون هم میرسه به دفتر مقام معظم روزخان بزرگ. این همه جنایت کردید، رفتید توی کهریزک و بچه های ما رو گرفتید اونجا، تجاوز کردید، کشتینشون، سراشون رو تکه پاره کردین بدنشون. حالا بعد از 2 سال اومدن به خانواده های اینا میگن آقا بیان رضایت بدین، بیان توافق کنید با آقای سعید مرتضوی، مصالحه کنید، چون چاره دیگه ندارید. براتون میخونم از روزنت. 3 سال پس از فاجعه بازداشتگاه کهریزک از خانواده های قربانیان و شاکیان این بازداشتگاه خواسته شده است با سعید مرتضوی مصالحه کنه. به گفته خانواده یکی از قربانیان و شاکیان کهریزک، تا کنون علارغم تفهیم اتهام به سعید مرتضوی اما کیفر خاصی صادر نشده
و اخیراً خانواده ها خواست از خانواده ها خواسته شده به نوعی مصالحه و از مصالحه کنن و از پیگیری حقوقی پرونده سعید مرتضوی صرف نظر کن. خوشتون اومد. حالا علاوه بر این بلا فاصله به ایشون شغل بالاتر و بالاتر دادن. اون حیدری فردم که گرفتن در اصفهان به دلیل که تیراندازی که اونم به خاطر اون نبود، تو منزلش مواد مخدر گیر آوردن. تازه اونم مهم نبود، از این نظر ایشونو گرفتن که یه قاضی وقتی که مواد مخدر میاره تو خونش قایم میکنه یه تن دو تن، خب این نباید به مقامات انتظامی باج بده. اینه که یقش و عدالت جمهوری اسلامی گرفته. همینه نگرم. حالا یه شیرینکاری دیگری رو خدمتون بگم تا کیف کنید از این. مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور گفت کاهش سن روسبیگری، 12% زنان خیابانی متأهلند، شوهر دارن و با اجازه شوهراشون میان تو خیابون تن فروشی میکنن، چون فساد فقر فساد میاره. آقایون آخوندا، روزخانها، امامارا بذاریم بالا. این بود بهار آزادی؟ برای مردم ما میخواستید این بهار آزادی رو بیارید؟ اون مردک مصلحی میگه تقدس زدایی میخوام بکنم. در تاریخ ما سابقه نداشته یه مرد به همسرش بگه برو تن فروشی کن برای اینکه زندگی کنی، یا یه پدر به دخترش بگه. کجا دیدی اینم چیزی؟ رئیس سازمان میراث فرهنگی گفته خشکسالی در جنوب نتیجه جنگ نرم و کار استکبار جهانی و صهیونیست است. احمد گریان دیشب گفتن، پسر رهبر کبیر انقلاب، گفت آقا مرغ کم میشه میندازین گردن استکبار، گوشت کم میشه میندازین گردن استکبار. خب اینا آقا دزدی تو خودتون میشه، فساد که همتونو گرفته اینم تقصیر استکباره. یه مورد دیگه همینا میگم. فرارو، سایت فرارو نوشته هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملا مشخص شده. یه آقایی هست اینم اسمشو نیورده، یک مقاله طولانی نوشته که این آدم کسیست که گوشت وارد میکنه. بانک ها به کسانی که به این اعتبار خواستن بدن گفتن آقا این بدهکار تا خرخره، اصلا اجازه نداره یک تومن حتی یک ریال از بانک ها دریا. پول بانک ها رو میلیارد میلیارد خورده ولی با وجود این گوش کسی بدهکار نبوده. ایشون سلطان گوشت ایران، همه این مقاله رو نوشته ولی ننوشته این چیه. اما اون چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که یه رئیس یکی از این قسمت ها گفته این چه معنا دارد که کل 70 میلیون جمعیت ایران رو فدای یک سرمایه‌دار یا چند سرمایه‌دار کنید. خودشون گفتن ها، من نگفتم. اما زیر این کامنت کسانی است که این گزارش رو خوندن، من به چند تاشون اشاره میکنم. یکی به اسم ناشناس، میترسن دیگه، گفته صفهای طولانی خرید مرغ آدم را یاد کشورهای فقیر آفریقایی میاندازد که در شأن مردم این سرزمین ما نیست. یکی دیگه میگه، میگن مردم این روزها به سه گروه تقسیم شدن. یک، سامانیان، آنهایی که همیشه سر و سامان خوبی دارن. دو، اشکانیان، آنها که اشکشان به طرق مختلف در میاد. سه، صفویان، آنهایی که همیشه در صفهای طولانی هستند. بعد یکی دیگه میگه که شأن مردم این سرزمین را جز خود مردم چه کسی میتواند تعیین کند. علیرضا میگه نوکرتم
این مافیا و سلطان ها چه کسانی هستند که هر روز میشنویم؟ سلطان گوش، سلطان مرغ، سلطان علوفه، سلطان شکر، سلطان خوراک طیور، سلطان وام و و و و دیوانه شدیم ما. یکی دیگه هم میهنان گرامی ناشناس دوباره میگه حالا وقت بخت بسیاره، این همه عجله برای چیه؟ حالا بعد از اینکه شأن ملت را زیر پا گذاشتن معرفی میکنید؟ بعد از اینکه مسببین اصلی فرار کردن معرفی میکنید؟ تا نباشن که خیلی چیزها را لو بدن. حالا وقت بسیار است بابا، اینقدر عجله لازم نیست. بعد یکی دیگه میگه تو رو به خدا همکاری کنید یک طرح تجمع و یکسانسازی سلاطین داخل کشور را برپا کنید که شامل بیمه، گوش، شکر، سیگار و همه چیز شود. سلطان گوش اگه دار و دسته تو مقامات بالا دست نداشت که سلطان گوش نمیشد. اینا اظهار نظرهای همیهنان ما زیر این خبر سلطان گوشت. اما همیهنان گرامی یک گزارشی دارم از سانج. اون گزارش اول چیه؟ بله، یک گزارش خوندم برای کسانی که بیماری دارن. میدونید که شما در آلمان یک قرصی چند دهه قبل از طرف شرکت داروسازی بایرن که در کنار اون شهری که من زندگی میکنم 37 سال زندگی کنم کل نزدیک کل لیورکوزن شرکت معظم بایر هست، بایر آسپیرین رو داد بیرون. هر روز که میگذره آدم بیشتر به خواص این آسپیرین پی میبره. همینان گرامی 150 نفر از گوسفندان آغل مجلس یه طرحی دادن راجع به انسداد تنگه هرمز. ببینید چه فکر بکری دارن. گفتن آقا ما این تنگه رو میبندیم، بعد هر کشتی که از اینجا عبور میکنه، چون میدونید 40% نفت جهان از این تنگه عبور میکنه، ما این تنگه رو میبندیم، بعد هر کشتی که نفت میبره 3% درآمدشو باید بریزه تو بانک ملی. تازه این لطفم کردن، اگر تحریم ها برداشته بشه جمهوری اسلامی میتونه این را، یعنی شده کانال سوئز، خیال کردن اون بر مال مصر، این بر مال مصر، یه تنگم خودشون ساختن، بنابراین وای میستن باج میگیرن. گفتن اصلا مثل که اینا حالیشون نیست که اون بر مسقط و عمان هست، اصلا حالیشون نیست که 40% نفت جهان از اینجا عبور میکنه، حالیشون نیست که ده ها کشتی و ناو جنگی و نمیدونم پایگاه های نیروی هوایی آمریکا و دریایی آمریکا در منطقه است و میلیاردها دلار اسلحه فروخته شده برای این روزی که یقه اینا رو بگیرن. حالا یه گزارش هم براتون پخش میکنم که چجوری این کشورهای اطراف دارن راهای دیگه پیدا میکنن. اما این خیلی جالبه، بعد از اینی که تمام سرمایه های میهن ما رو اینا بالا کشیدن، مردم رو فراری دادن، خونهاشون رو مصادره کردن، پولی که از رژیم گذشته تو صندوق ارزی بود همه رو خوردن، موزه های ما رو نمیدونم بسیاری از آثار تاریخی میهن ما رو تاراش کردن بردن خارج فروختن، نفت و کشتی آوردن تو دریاها فروختن پولش رو تو جیب زدن. 750 میلیارد دلار در زمان این دلغک احمدی نژاد، 750 میلیارد دلار در تاریخ ایران بی سابقه است. در طول تاریخ 750 میلیارد دلار ما فروش نفت نداشتیم، فقط در زمان این 6 سال خورده همه رو بالا کشیدن. صندوق ارزی پول نداره، دروغ میگن. حالا فکر این رستن خود کلی دیگه، حالا هر چی بخوام بگم همینطوری یک فهرست بلند بالا از تاراج اینا براتون بگم چه جوری مملکت ما رو به این روز انداختن. حالا فکرشون رسیده به اینجا که ما چطور غافل بودیم. خب هر کشتی 3%
از منافعشو میده تو بانک مرکزی، عجب تازه تحریما رو بردارم، منت هم گذاشتم، چه پولی میشه؟ عجب کار جالبیه، ما تو چرا عقلمون نرسیده بود حالا. خب همینان گرامی، با این گزارش برنامه امروز منم به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.